دختر خانمی نوشتن که من 21 سالمه، ولی مشکلی که توی زندگی من هست و خیلی منو ناراحت میکنه اینه که از خودم اختیاری ندارم. و ایشون نوشتن که خیلی تحت تسلط مادرشون هستن، یعنی مادرشونه که براشون تصمیم میگیره و هر جا بخوان برن من رو با خودشون میبرند، ولی از این لحاظ خیلی ناراحت هستند و گویا مادرشون هم میخواستن برن مسافرت کنن به تهران و بعد ایشون رو به زور با خودشون بردن و از این بابت بسیار ناراضی هستند و همچنین نقاشی رو خیلی دوست دارند و الان که به حال به اتفاق مادرشون به تهران اومدند امکان اینکه بتونند به نقاشیشون بپردازند نیست و همطور نوشتن که من عاشق پدرم هستم ولی مامانم با این کارش منو از پدرم دور کرده و الان تازه میگه که حالا باید چند روز اینجا بمونیم و در این مورد یه مقدار توضیح بفرمایید که حالا ایشون هم که 21 سالش و معمولا یک دختر 21 ساله باید بتونه واقعا تصمیم بگیره برای اینکه به اتفاق مادرش به شهر دیگه برای مسافرت کوتاه بره یا نه، ولی به هر حال در این رابطه خوشحال میشم اگر که توضیح بفرمایید برای این عزیزی که ایمیل رو فرستادند. این عزیز 21 ساله ما طرز ایمیلشون البته خودشون نمیگن یه مقدار که برمیگرده به همون کنترل بیش از حد مادر، بله. بیشتر به یه تینیجر و یا نوجوان میخورد تا و تا جوان بله خانم 21 ساله که نقاشیم از نقاشیش نتونستم نقاشیم رو بکنم، یه چند روزی اومدن تهران و بر میگردن طبیعتا و اینکه باباشون رو خیلی دوست دارن. یه جوری من همون مثل صحبت اولی همون که کردیم، اون کودک درون، این کودک درون خیلی بچه هست هنوز و بیشتر من صدای بچه رو میشنوم و یکی از دلایل بزرگش که بچه ماندم همون کنترل مادره. دومین دلیلی که اینجوری با من رفتار میشه همین کودک درون و رفتار کودکانه منه که منو مثل یه بالغ نمیبینن. آسیب اولیه رو مادر زده ولی آسیب دومو خود این عزیز 21 ساله داره میزنه. من همیشه میگم به نوجوانا و یا تو این سنم وقتی اعتراض میکنم به پدر مادرشون، چلنج من یا چالش من به خودشونم اینه که تو پس سعی کن مثل یه بالغ رفتار کنی تا اونا مجبور بشن به تو احترام بذارن مثل یک بالغ. مادامی که تو خودت مثل یک بچه رفتار میکنی طبیعتا اونا هم مثل یه بچه با تو برخورد میکنن و رفتار میکنن. پس این مسئولیت رو این عزیز باید به دوش خودش هم بکشه که مثل یه خانم 21 ساله فکر کنه و صحبت کنه. از اینه که چند روز از نقاشیش دور شده از پدرش، یه خورده من اینجا نگران میکنه، نسبت به خودش نگران میکنه که اصل قضیه طبیعتا برمیگرده به مادر و کنترل بیش از حد مادر. ننوشتن چند تا خواهر برادر دارن، آیا دارن یا ندارن، و اینه که ایشون به پدرشون خیلی نزدیکه. به نظر شاید اینطور هستش که مادرم شاید حسودی میکنه به این رابطه نزدیک پدر و دختر، چون اتفاق خیلی راحت میفته اینجور مسائل پیش میاد، مخصوصا اگر تک فرزندم باشه یا اگر دو سه تا فرزندم داشته باشیم. یکی میره به طرف مادر، متاسفانه تو خانواده ناسالم، البته یکی میره میشه گنگ پدر یا همه گنگی یه طرف. ولی نه، خانم 21 ساله حق داره بگه نه، حق داره به مادر بگه مادر من دلم نمیخواد بیام، دلم میخواد این چند روزو همینجا بمونم. ولی فرهنگی اگر نگاه میکنیم آقای برومند، نه، حق نمیدن بهش. من دارم بهت میگم باید بیای با من بریم، چون از فرهنگ کنترل گرایی میایم. پدر و مادر فکر میکنن حقشونه و اصلا زورگویی نمیبینن، دیکتاتوری نمیبینن، در صورتی که خود همین مسئله زورگویی و دیکتاتوریه. زمانی که من به خانم و دختر 21 سالم میگم باید با من بیای، وقتی از فرهنگ باید و نباید متاسفانه ما میایم، این مسائل هم پیش میاد دیگه برای ما.
نه من میگم حتما بهتره که با توافق باشه و حتما به اجبار و به زور نباشه، ولی کاری که این عزیز 21 ساله ما باید بکنه اینه که رفتارش و طرز تفکرش رو و عواطف و احساسش رو هم بزرگ بکنه تا اینکه مادر متوجه بشه که با یه خانم 21 ساله طرفه. چرا نباید اجازه بده بمونه؟ چرا باید اینجوری باش رفتار بکنه؟ اینا سوالیه که این عزیز باید بره از خودش بکنه که من چه رفتارهایی هم من میکنم الان که مامانم هنوز نمیدونه من بزرگ شدم. اگر رو خودت کار بکنی خیلی کارو سریعتر و آسونتر میکنی و مادر مجبور میشه به صورت اصولی تر، زمانی خود احتیاج داره، ولی وقتی تو پرو و ثابت میکنی بهش که یه خانم 21 ساله با شخصیت هستی و حق داری بگی نه، اونجاست که مادر امیدوارم به تو هم احترام بذاره و این حق رو به تو بده، ولی بیشتر الان باید رو خودت کار کنی. بسیار خوب، سپاسگزارم.